درود فراوان به شما مهمان عزیز در سرتاسر دنیا. همیشه مطالب بسیار جدیدی برای ما ایرانیان پیش میاد. من تشکری داشته باشم من نادر عزیز در اتاق فرمان که برای ما همیشه زحمت میکشن و طرح برنامه باید مطالب بسیار مهمی رو صحبت کنن. یه تشکر توام با افتخار بسیار زیاد از جوانانی توأم با خانومهایی که در ایران داشته با حضور مفصل بسیار زیاد خود در آرامگاه کوروش بزرگ مژده بزرگ موفقیت رو به تاریخ و ملت ایران دادن. این بالا پایی شده بود این زمینه، جمهوری اسلامی نمیخواست، یه وقتی میخواست و کلش کرد و هر طریق بسیار پر افتخار عبور کرد و جوانان عزیز، بانوان محترم، صدای شما رو دنیا شنید. جز دنیا یکیشم عقاب ایرانه که بسیار صدای بالا رسا و موفقیت آمیزه شما رو ما در امریکا شنیدیم و بسیار افتخار کردیم به اون چی که بر شما گذشت و شما بر ایران گذراندیم. در این حرکت ملی میهنی سیاسی یاد سردار بزرگ ایران محمد رضا شاه پهلوی بسیار برده شد و بسیار یادآور شدند و از صحبت و جمله پهلوی ها گوش میخورد و نمونه این هستش که مردم میخواهندند به افتخاراتشون، مردم میخواهند همونی باشند که بودند، مردم میخواهند که آخوند و ملا و ریش و پشم و کثافت مانند قدیم بره ته صف، اگه شد از ته صف هم بیرونش کنن بره اصلا بیرون صف. اینو چیزاییش که مردم میخواهند و در هفته گذشته به منصه ظهور گذاشتنش. جوانان و بانوان غیور، ما ایرانیان در خارج جنبش جانانه و پر افتخار شما را بر مزار بزرگترین سردار ایران کوروش کبیر ملاحظه کردیم و خب بسیار خوشحال شدیم، بالیدیم و همه به همدیگه به خود مژده گفتیم برای برگشت به ایران بسیار پر افتخار. اینها اثراتی است، اینها نیست از آن که جمهوری اسلامی سفرت رو جمع کن. جمهوری اسلامی تو مرخصی. این اسلاید که الان میذارن ملاحظه بفرمایید در مورد جمهوری اسلامی و به عبارت دیگه جمهوری اسلامی هیچ یک از مردم ایران
شما رو نمیخوان دیگه. این اثرات، این نشانه ها ما نیست که دیگه جمهوری اسلامی شما رو نخواهد خواست. یه اسلاید داریم در مورد جمهوری اسلامی که باید برود. این اسلاید رو خواهش میکنم در همه جای صحبت من تا آخر گهگاهی یه دو سه ثانیه بذاریم که فقط خونده بتونه بشه بعد برشان. ببینید جمهوری اسلامی به هزار دلیل باید برود. یکی از دلایلش حرکت بسیار پر افتخار ملی میهنی مردم ایران در گذشته نزدیک بود که واقعا افتخار آفریدن. و عزیزان بزرگان بدونید که صدای شما رو دنیا شنید و ما هم که جزء دنیا صدای شما رو میشنیدیم تا اونجا که واقعا توانستیم به وجود شما، به حرکت شما، به ایرانی بودن شما واقعا افتخار کردیم و به این حرکت شما بسیار بالیدیم. همه به خود مژده برگشت به ایران پر افتخار رو که بیش از 2500 سال سابقه داریم دادند و میدن و میدهند. این حق همتونه. ملت ایران باید که برگردیم به افتخاراتتون. از این چسبندگی به این زمین کثیف جمهوری اسلامی بیرون بیاید. شما این نبودید که الان هستید، شما بزرگان دیگری بودید، شما ایران بزرگ دیگری رو اداره می کردید. همه ما انتظار داریم که با کمک شما که داخل ایران هستید برگردیم به اونجایی که حقمون بود و حقمون هست. ببینید در سازمان ها یه رزمی دیده میشه که به هر طریق بیشتر جوان ها و اکثرا بانوان هستن که در این زمینه ها سبب ساز میشن، سازنده میشن، رزمنده مطلق میشن و مملکت خودشون رو پس میگیرن و برمیگردن به افتخارات خودشون. بارها شما نشون دادید که در آستانه برگشت به افتخاراتتون هستید. دوستان عزیزان زیادی هم هستن که به هر طریق کمک هایی دارن میکنن. سازمان هایی هستن که خودشون رو یه مقداری در مرحله پیش برد نشون میدن، یه وقت کم یه وقت یه کمی بیشتر، و آمادگی این رو دارن که به شما بپیوندن. از جمله گروه نظامی سیاسی عقاب ایران، هر کس در هر موقعیت و مقامی که بخواد این قدرت داشته باشه که برای مملکتش به جنگه باید حتما طبق یک طرحی باشه. عزیزان همینجوری 17 نفر 107 نفر 214 نفر که با هم بلنشن اینا نمیتونن مملکتشون رو پس بگیرن. زمان میخواد و این زمان یه مقدار ابزار کار میخواد. این ابزار کارها عزیزم یه طرح مسلم پیشرفته است بین تمام سازمانهایی که بودند و رفتند و یا هنوز هستند که بعدن میروند. بین تمام این سازمانها یک سازمان اومد و طرح منظم مبارزاتی یه جمهوری اسلامی رو به وجود آورد. این طرح الان روی خیلی از میزها آماده اجراست.
این شما جوانان ایران هستین که دست را بزنین برای اجرای این طرح، و ما گروه نظام سیاسی عقاب ایران هم تعهد مفصل کرده ایم که ما حتما بتونیم رهبری اجرای این طرح رو به عهده بگیریم و به دلیل تخصص نظامی، رهبری و فرماندهی که داریم بتونیم شما رو ببریم به جایی که به موفقیت برسید و گروه نظام سیاسی عقاب ایران بتونه کمک بکنه مملکت شما و خود ما رو پس بگیره و آخوندها رو بفرسته دفعه آخر که یه بادیه، یه قاشق تو دستشون، عمامه، و حالا قدیما با اولاق می آمدن، حالا گهگاهی بعد با دوچرخه اومدن در خونه ها یه مقداری استدعا بکنن که یه مقدار غذایی چیزی گیرشون بیاد. اینا از موقعی که یه عده کمک کردن اینا اومدن به اینجا رسیدن تا حالا کوچکترین پیشرفتی از تو جنبه های آخوندی در زمان گذشته تا حالا به وجود نیاورده اند. اینا همون آخوندهای قدیم هستن، منتها پول جلو دستشون ریخته و اینا دوزی آزاده. رئیس بزرگشون آقای خامنه‌ای دوزی رو آزاد کرده، دوزی میکنن، همه دوزی میکنن، برمیدارن. به این دلیل الان دیگه قابلمه دستشون که در خونه ها بگردن. ولی مهم شما ملت ایران هستین، جوانان و بانوان، که حتما و حتما این مملکت رو از دست این جوانان پس خواهید گرفت. با کمک ما مردم ملت ایران، به خصوص نظامیان ارتش منظم شاهنشاهی ایران که یکی از ارتشهای بزرگ دنیا بود در زمان خودش و هنوز باقی مانده اون ارتش سر جاش ایستاده، نمونش گروه نظامی سیاسی عقاب ایران، و آمادگی مطلق داره واسه این که با نبرد منظم بتونه مملکت شما رو پس بگیره و تحویلتون بشه. باشد که بازو به بازوی هم، مردم ایران بازو به بازوی هم، شما و ما، و اگر مبارزانی بودند شما و ما و مبارزین، با همدیگه ما بتونیم دست جمعی مملکتم رو پس بگیریم و تحویل صاحبان مملکت بدیم. جاوید ایران و مغرور و سرفراز با فرزندان همیشه رزمنده ایران. دوستان عزیزان، ایرانیان، در 4 جلسه گذشته مطالبی بسیار متفاوت ما خدمت شما عزیزان عرض کردیم که لازم است اکثریت مردم ایران از اون آگاهی داشته باشن. به همین دلیل این مراتبی که ما به استحضار شما رسونده بودیم و یکی دو جلسه دیگر هم ادامه خواهد داشت، این رو چندین بار اینا رو تکرار میکنیم تا به گوش اونایی که نرسیده بوده برسد و مردم همه بدانند که شرایط مملکت چی هست، در کجا هست، و ما چیکار میتوانیم بکنیم و چیکار باید بکنیم. لازمه که اکثریت مردم ایران از اون آگاهی داشته باشند و به ترتیب هر از گاهی این 4 یا 5 برنامه دوباره به عرض شما ملت ایران برسه.
همه کس از دوستان نزدیکان عقاب ایران تشخیص داده که صلاح هست، صحیح هست که ما این چهار برنامه رو تا اونجا که ممکنه به استحضار بیشتر ایرانیانی که تا حالا استحضار پیدا کردن این چهار برنامه رو برسونید. این به شما میرسونه، به شما میگوید که ما که بودیم، به شما میگوید که ما کی هستیم و به شما میگه ما چرا اینی هستیم که امروز هستیم، اونی نیستیم که دیروز بودیم. چرا و برای چه؟ به دفعات صحبت از عدم موفقیت اپوزیسیون ها شده برای اینکه دستشون رو تو دست هم نگذاشتن. بسیار زیاد زحمت کشیده شد که بلکه اپوزیسیون ها بتونن زیر یک چتر به مملکتشون خدمت کنن. یک کمی خودبینی ها، خودخواهی ها و تک روی ها باعث شد که ما ایرانیان به خصوص در اپوزیسیون نتونیم به هم چسبندگی داشته باشیم. بارها و بارها دوستان عزیزان، این لزوم چسبندگی اپوزیسیون به هم صحبتش در تمام جوامع ایرانی شده است. به خصوص در گروه نظامی سیاسی عقاب ایران، ما بارها برنامه هامون هست نشون میده، بارها ما نشان دادیم، خواهش کردیم، راه حل نشون دادیم که آقایون بیاین دست به دست هم بدیم، این اپوزیسیون ها رو یک پارچه بکنیم و برای نجات مملکت استفادهش کنیم. هیچ دلیلی نداره جز خودخواهی مطلق رهبران فرماندهان اپوزیسیون ها منهای عقاب ایران، که ما امروز همه با هم نیستیم. بالاخره عقاب ایران در گذشته نزدیک، به خصوص توی این چهار جلسه که بهتون عرض کردم، یه مقداری صحبتهای بیشتری رو به سر زبونها آورد و گفت اگه اینجور بشه، اگه اینجور بشه، اگه اینجور بشه. دوستان این حرفا رو عقاب ایران زد، بسیار زیاد هم زد و به گوش هیچ یک نفر از اشخاصی که پول میگیرن که راجع به ایرانشون حرف بزنن. تک عقاب ایران پول نمیگیره، بدون استثناء همه سازمان‌های مبارز سیاسی یه جوری دستشون درازه و از مردم پول میگیرند و کاری برای مردم انجام نمیدهند. مردم پولها رو میگیرند و کار برای مردم انجام نمیدهند جز عقاب ایران. عقاب ایران پول نمیگیرد ولی کار انجام میدهد. خیلی زیاد صحبت از به هم پیوستن گروه های مختلف شد، بیشترش هم توسط عقاب شد. همونجور که عرض کردم خدمتون، اینا صحبت ها رو همه رو ما کردیم ولی من نتیجهش هیچی بود. حالا چرا نتیجهش هیچی بود؟ ما که نمی گفتیم که سازمان ها
بیان شما زیر دست عقاب ایران وایسین و هرچی عقاب ایران میگه رو گوش کنید. ما هم چه حرفی نزدیم. من بارها تکرار کردم سی دی و ویدیوش حاضره، گفتن تشریف بیارین، عقاب میره نفر آخر، ولی شماها وایسین نفرات جلو و با همدیگه دست رو دست هم بدیم طراحی بکنیم که بتونیم مملکت اون رو به جلو ببریم. دفعات زیادی پیش اومد که این صحبت رو عقاب ایران کرد و خب کسی گوشش بده کار نبود. وقت حرکاتی پیش آمد که اگر ماها به هم چسبندگی داشتیم چه بسا ممکن بود به جاهایی هم برسیم. مردم یه خورده دقت کنید، این آقای الف، اینم آقای ب، این داره از خودش یه کارهایی میکنه، یه پولی هم میگیره، این هم داره از خودش یه کارهایی میکنه، یه پولی هم میگیره. عقاب ایران میگه که بیاین پولاتون رو بگیرین، کاراتون هم بکنین، ولی بیام یه مقداری با هم نزدیک بشیم، دستامون رو تو دست هم بذاریم، به قول معروف یه دست صدا نداره، چند دست بشویم که صدا داشته باشیم. اینو گوش نمی کنم. شما بگیم که دلیلش میتونه چی باشه؟ آیا هیچ چی جز این هست که خطر اون پولایی که میگیرن یه خود اذیتشون کنه؟ و دلیل بزرگترش اینه که از این خودپرستی و منم منمی یه وقتی اینا بیفتن دیگه گروهی به نام عقاب ایران نباشه، به نام سازمانهای دیگه که اسم نیارم، چندین بار اسم آوردم که الان هستن، به اون اسلام نباشه، یه گروه باشه فرض بفهمید ایران بزرگ و همه ماها توی اون گروه باشیم و تو اون گروه زحمت بکشیم. البته سازمان های مبارزاتی کوچیک کوچیک که این حرف رو به گوش نگرفتن، رو نپسندیدن، بزرگترین سازمان یا بیشترین زحمتی رو که گروهی شخصی به رهبری شاهزاده رضا پهلوی کشید، اونها هم اندازه سوزن گوش ندادن. یعنی این اختیار شده نمیدونم دکتر فروتن دلش میخواد تنها بره، دکتر نصر اسپانی هم میخواد تنها بره، شاهزاده به طور کلی هیچ کسی رو قبول ندارم. دوباره میگم من احترام بسیار زیاد برای شاهزاده دارم، ولی این اصل مسلمی که ایشون هیچ کسی رو قبول ندارد، حتی ارتش را هم قبول ندارد، که این حرف بدی نیست. شما رو به خدا اگه این حرف بده دوست نداشتید من بزنم، به من زنگ بزنید بگید این حرف قشنگی نبود. بیشترین زحمت رو شاهزاده در سالیان دراز کشیدن، شبان روز تو سخنرانی و همه جور فعالیت هستن، ولی تنها خودشون با دو سه تا از اونایی که انتخاب کردن برای خودشون از بزرگان ایران دوربر شاهزاده رضا پهلوی هیچ یک نفری نیست. تعدادی هستن که یا مورد آشنایی ملت ایران نیستن، یا ملت ایران به شدت از وجود اینا در کنار شاهزاده رضا پهلوی زجر داره میبره. و هر طریق هیچ کدوم از سازمان ها به علاوه سازمان شاهزاده رضا پهلوی هیچ کدوم از اینا برای به هم پیوستن برای نجات ایران
دست یاری ندادن، موافقت نکردن، در نتیجه باید بگیم که خودشون به خودشون میگویند که نه شماها برید کنار، من خودم کارا رو میکنم. در صورتی که همه ما اگر حرف دل ما خدای نکرده این بوده، همه ما ها رفتیم کنار. الان من نزدیک دکتر نصر اصفهانی عزیز نیستم، نزدیک ایمان فروتن نیستم، ولی نه اونها کاری کردن نه عقاب ایران. من هر وقت میگم اونها کاری نکردن، عقاب ایران هم کاری نکرده، بلا فاصله باید بگم که عقاب ایران اون وظیفه ای رو که داشته. ببینید ما هیچ وقت نه حق داریم نه گفتیم که ما ایران رو نجات میدهیم. ما هیچ وقت نگفتیم مردم بریزین تو کوچه. ما گفتیم که مردم اگر دلتون میخواد مملکتتون رو نجات بدین، این متخصص و بقیه متخصصای با من، ما میگیم که راه کارتون این اجرای این طرحه که ما اینقدر سنگین برای من کشیدیم و اعتقاد مطلق داریم و تمام ارتشای دنیا هم اعتقاد دارن، چون تاریخ ارتشها ثبت کرده خیزش سیلاسای ادها دفاع نظامی ندارن. حالا هر که هر کاری دلش بخواد بکنه، هی با هم دیگه جنشن پولا رو بگیرن بخورن مصرف بکنن، بالاخره پول تلویزیون باید از جیبشون بدن. خب تنها عقابه که از جیب خودش میده و کسی هم این درخواست رو نمی کنه که پولی از کسی بگیره. بعدتری یه مقداری دارن روشنتون میکنن که بیایید از بالا تا پایین که عقاب هست، بیایید از اینا دل بکنید. همه این 4-5 تا با هم هیچ کارن، به دلیل این که تا امروز هیچ کاره بوده اند و هیچ کاری نکرد. و جمهوری اسلامی چاپید و برد و خورد تا هر جا که توانست. آقایون هر کسی امام سلشه مولتی میلیونره، هر کسی بدون استثناء. در زمان علازد محمد رضا شاه پهلوی ما سرلشکرهای ارتش خرجمون به دخلمون نمیرسید. امروز روز بچه روزخونه که 11 ماه اومده تو روزخونی، این 10 میلیون دلار داره، به راحتی هم داره. و چی کارش میشه کرد؟ همین هیست که من به شما مردم میدم، هی مردم یه خورده به خودتون بیاین. واقعا ما مردم ایران باید خجالت بکشیم از اون چی که پیش اومده و ما رو برده به اون جایی که هر جا آمار میدن ما تو دنیا نفر آخریم. غیر از آدم کشی ها و دوزی ها و اینا، ما تو دوزی اولین، تو آدم کشی اولین، تو نارضایتی نمیدونم مردم کشور همه اونجاها اولین. هر طریق ایرانیانی که صاحب مملکت هستن دوستان هیچ کاره شدن، یه مقدار روزخون اومده صاحب ثروت، صاحب مملکت و صاحب همه کار شده. چه جوری شده؟ به فرمای عجیب غریب. اگر که ویدیوی مافیای آخوندی رو داریم بذارید، این ویدیو رو اگه پیدا شد الان براتون میذارم، گوش کنین، من باز براتون توضیح میدم. این دفعه 60 این ویدیو رو میذاریم.
این نشون میده که چه جور سوار من و شما شدن و درست با من و شما به حالت معذرت میخوام، خودم رو میگم به حالت حیوان عمل میکنم. اتاق فرمان هستی؟ پس اون رو برای من پیدا کنید بزنید. امروزه کمتر کسی است که از مشکلات اجتماعی کشور از قبیل گرانی، بیکاری، فحشا، اعتیاد و نقض حقوق بشر رنج نبرده باشد و عموم مردم میهن دوست و ترقی خواه از عملکرد رژیم جمهوری اسلامی کاملا بیزارند. بیشک شما همانند میلیون ها ایرانی دیگر در آرزوی تغییری هستید تا از این وضع اسفناک نجات پیدا کنید. اما آیا از خودتان پرسیده اید که این تغییرات لازم چیست و از چه راهی به دست می آید؟ از یک سو مبارزین برون مرزی خواستار براندازی این رژیم هستند و از طرف دیگر معترضین درون مرزی سیاست اصلاح طلبی را دنبال می کنند. طبیعی است که هر شخص منطقی و دارای استقلال فکری روش اصلاح رژیم را که بتواند ظرف مدت کوتاهی فرزند طی 5 سال آینده بساط این مافیای آخوندی را جمع کند و بستر پیشرفت را فراهم کند به شیوه های دگرگونی کامل از قبیل انقلابی دیگر ترجیح می دهد. اما آیا این راهکار اصلاح طلبی از درون رژیم یک رویای توخالی است یا کاری ممکن و عملی؟ برای اینکه به این پرسش پاسخ دهیم باید سیستم تشکیلاتی نظام جمهوری اسلامی را بشناسیم، وگرنه شاید 30 سال دیگر هم در انتظار این اصلاح طلبی که هرگز نخواهد آمد بمانیم. مافیای آخوندی از مقام رهبر شروع می شود که تمامی ابزار کنترل و سرکوب جامعه را در دست دارد. مسئولین نیروهای مسلح، صدا و سیما، مجمع تشخیص مصلحت نظام و از همه مهمتر قوه قضاییه همه وسیله رهبر تعیین می شوند و طبیعتاً از افرادی خواهند بود که منافع او را در نظر می گیرند. در این میان رئیس قوه قضاییه نقش زیرکانه پلیدی دارد که شاید بر همگان آشکار نباشد که بعداً به آن اشاره خواهد شد. پرسش اصلی این است که نقش رهبر چیست و رهبر از چه طریقی تعیین می شود؟ بد نمی شد اگر مردم را انتخاب می کردند و حامی منافع ملت بود، ولی در این مافیای آخوندی رهبر به وسیله مجلس خبرگان منصوب می شود. حالا حتما سوال می کنید که نمایندگان مجلس خبرگان را چه کسانی تعیین می کنند؟ خب مشخص است وجود حیله‌گرانه شورای نگهبان که 6 نفر از 12 عضو آن را خود رهبر منصوب می کند و 6 تای دیگر را رئیس قوه قضاییه که یکی از زیردستان همین رهبر است دستچین کرده و تحویل مجلس نمایندگان برای اجرای یک انتخابات نمایشی می دهد. حالا متوجه شدید که آن نقش پلید رئیس قوه قضاییه که قبلن به آن اشاره شد چیست؟ پس با این حساب عملاً این رهبر است که شورای نگهبان را منصوب می کند و این شورای نگهبان است که نمایندگان مجلس خبرگان را مشخص می کند و این مجلس خبرگان است که رهبر را منصوب می کند و با این کلاهبرداری به ظاهر مذهبی این نظام خودکام دائما در حال دور زدن و احاطه مردم شریف ایران است و تا زمانی که این سیستم ولایت فقیه ادامه دارد هیچ امیدی برای پیشرفت نخود. در انتخابات سال 1384 گروهی از مدعیان قدرت
با طرح برکنار کردن سیستم ولایت فقیه پا جلو گذاشته و از آنجا که رژیم مرگ خود را در اجرای چنین طرحی می‌دید با آن مقابله کرد. امیدوارم که پس از مشاهده این ویدیو کوتاه برای همگان کاملا آشکار باشد که اشکال در اصل اصلاح طلبی نیست، بلکه این روش اصلا عملی نیست، چون حذف سیستم ولایت فقیه لازمه اصلاح طلبی است و این همان مانعی است که در وهله اول سد راه این روش است. حال اگر می خواهیم که با فریب خودمان دنبال سراب برویم، دیگر اشکال از خودمان است. دوستان، این مطالبی رو که شنیدید، من که دارم صحبت میکنم، من پسران و دخترم بزرگم، سن خوبی هم دارم، اسم بچه روش نمیشه گذاشت. این بچه های شما که این مافیای آخوندی رو میبینن و خجالت میکشن، چون میفهمن که این ویدیو چی میگه، چی بود، از کجا آمد، کجا رفت. شما واقعا خجالت نمی کشید که یه آخوند ریشوه اومد همه ماها رو دوزید، همه پولامون رو دوزید و برد، حق بازی هم کرد، اون این انتخاب میکنه این یکی رو، این یکی پایینیه، اون وقت باید آقا رو انتخاب بکنه، که واقعا خجالت داره، از اون خجالت های بد داره. هر چیزی به ما ایرانی ها بگن به همون میچسبه. ببینید یه روزه خونه چی کار با ما کرده. همینجور که اینجا گفتن، اولی از همه چیز نقش رهبره، که ببینیم رهبر چی کار میکنه. این آدم اومده این بلاها رو سر ما آورده، ما ملت هم نشستیم داریم تماشا میکنیم. اون ده بیسته و هفتشگاه و اشنوتایی هم که اومدن تو صحنه میگن ما میخوایم مبارزه کنیم، اونا میگن ما میخوایم تک تکی بریم جلو. آقا این فرمی که حرف میزنم شبیه ایم آدم هایی که هم بزن نمیخوام، آقا ما میخوام خودم برم و خودشم نه قدرت شده، نه جرعت شده و نه تخصص شده. هیچ کدوم از این 5-6 تا خودم میخوام برم، ما اینو ندارم. ببینید دو تا انتخابات داره اتفاق میفته، یکی در امریکا یکی در ایران، هر دو تاش شرمال ایران که تکلیفش معلومه، هر کسی بیاد خاک میریزه بر سر ملت ایران، مثل این روحانی احمقه. دوستان من وقتی میگن روحانی، میگن روحانی آخونده، که مثلا به من نگم این روحانی احمقه. گفت صد روز اول چکار میکنم، 90 روز اول کوچکترین غلطی نکرد، بیشترین کشته در زمان این نامرد عمامه به سر کثیف احمق بی همه چی بود. و یکی دیگه شبیه این میارن میچیننش رو صندلیه، تو هم هیچ کاری که رأی بدی، ولی معزالک به زور میبرن تو میدون که ازت استفاده، معذرت میخوام، استفاده حیوانی بکنن، که این کارو بکن اون کارو بکن، و رأی از تو میگیرن، ولی آخرش مثل مافیای آخوندی کاری که خودشون میخواد میکنن. پس با توجه به همه این کسافت کاری ها که پیش اومده، یه دونه رأی گیری دیگه نزدیک مونه. یعنی رأی گیری دیگه یعنی چی؟ یعنی همین مافیای آخوندی که توضیحش رو شنیدی. وقتی توضیح رو شنیدی،
اما جز هیچی جز اون مافیای آخوندی نیست که باز آخونده حسن و رضا را قرده هم دیگه میچینه او غلطی که دلش میخواد بکنه. معنی تو هم هیچ کاره باشی، خیلی راحت. انتخاب بعدیش در امریکا داره اتفاق میفته. دموکرات ها هر وقت سر کار بودن با ایمان ما سر نسازی داشتن، سر ناسازگاری داشتن، فرمشون طوریه که با ما ناسازگار. الان همه حق بازی ها، تمام کلک ها، تمام در دیوار و بمدوختن ها داره انجام می شود که به زور یه نفر دموکراتو که وارث سیستم قدیمی است که همه ازش ضرر کردن سر کار باز دوباره همون آش و همون کاسه. من خلاصه کنم، من یه خود واسهتون توضیح دارم که ما چی بودیم، چی شدیم، چرا اینجور شد، چرا اینجور نشد و اتفاقاتی که افتاد. خود راجب صحبت کردیم آخر برنامه، باز هم یه چند دقیقه دیگه با شما صحبت میکنم و به هر طریق الان رسیدم سر جایی که برنامه تموم میشه. عزیزان ایرانی ها، نمیخوای صاحب خودت باشی، صاحب اموالت باشی، آقای خودت باشی، نمیخوای صاحب زن و بچه و دختر خودت باشی، میخوای که روزخونه صاحب زندگی تو باشه؟ اینجوری اگه میخوای زندگی بکنی، همسش که تا حالا به سرمون پیش اومد، همینا باعث میشه که تعدادی از ایرانیان پرهیخته و کشته وطن بلند میشن با اون کیفیت. اگه عکس اون چیز رو دارین لطفا بذارین، رفتن سر قبر کورش رو، اتاق فرمان پشت دارین، اون رو لطف کنین بذارین، ببینیم با این کیفیت بلند شده، وقتشو گذاشته، زندگیشو گذاشته، همه چیزشو گذاشته، رفته سر قبر کوروش که قرنها پیش با دنیا وداع کرد، تنها به دلیل اینکه با ایران خوبی کرد و برای دنیا مقررات انسانی تهیه کرد و نوشت. اینجوری رفتن سر قبر کوروش. این جمعیت خیلی بیشتر از این سمتهای دیگه هم این عکس داره که جمعیت بیشتر نشون میده. اینا بلند شدن رفتن. ببین این ست جوان جلو رو نگاه کنید، یا این جوان رو الان ببینید، خانوما رو ببینید با این چادر نماز اینا. این بیکار نبوده، الکی نشده، این داره داد میزنه، این داره فریاد میزنه، این داره که همینجور که میبینی بی خودی بلند نشدن بلند جا. دلشون جر خورده، پاره شده از این که 37 سال جمهوری اسلامی اومده دزدیده و برده و خورده زن و بچه مردم، هم هر کاری دلش خواسته کرده. هنوز ما همونجا ایستاده ایم و تکونی هم نمیخوریم. اینا باعث میشه که میان پس از این همه سال، 37-38 سال، قره پهلوی ها رو میزنن. من عکس شاهزاده، عکس اعلیحضرت رضا شاه پهلوی رو بگیرید. این عکس رو نگاه کنید، مردم نعره می زدن و اسم این آدم و پدر این آدم رو می آوردن. در آن چند دقیقه، 2-3 دقیقه وقت دارم، یه خود دیر شروع کردیم، الان تمومش میکنم. بر طریق خاتمش می دن به این که مردم جری شدن،
مردم گذشتشون رو میخوان، همه چشمشون رو به آینده است، ولی مردم الان گذشتشون رو میخوان. این داد و نعره‌ای که میزنن پهلوی ها رو میخوان، اینا چیه؟ اینا یعنی که جری شدن، یعنی دلشون میخواد جر بدن این آخوندها رو، و بالاخره به یه همچون جایی هم میکشه و این آخوندها رو جر خواهند داد. همیشه عقاب ایران گفته ما با کشت و کشتار مخالفیم، به هیچ عنوان موافقتی نداریم، ولی همیشه ما مطمئن هستیم که حتما 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 دنیای آخوندی رو ملت ایران جر میده واسه این که برسه به اونجایی که حقش بود و دزدها آمدند و زدند و بردند. دوستان عزیزان، ایران مال شماست، نه مال آخونده. برو ایران تو پس بگیر. دوستان زیادی پشتیبان شما هستن در تمام خارج از کشور و در داخل از کشور. از جمله اون دوستان یکیشون گروه نظامی سیاسی عقاب ایران. به تمام شما مردم دلیل ایران درود میفرستیم. صدای شما رو برای چندون بار ما شنیدیم و آرزوی دیدارتون رو در همون تخت جمشید داریم که بتونیم این مملکت که مال منه، این مملکت که مال من و تو هست، پس بگیریم و تحمیل ایرانی بهش بدیم. شب و روز شما هم میهنان عزیز بخیر.